درود همراهان گرانقدر به این کلیپ بسیار خوش اومدید در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس از سری درس های آموزش گرامر انگلیسی مثل آب خوردن در خدمت شما این با زمان حال استمراری present continuous tense و چقدر زبان آموزه رو این قضیه مسئله دارن اما در این درس ما به صورت بسیار ساده به شما زمان حال استمراری رو آموزش خواهیم داد و با هم تمریناتی که داریم رو با هم کار خواهیم کرد تا به این زمان یک بار برای همیشه مسلط بشید و بسیار عالی بتونید از اون استفاده بکنید در انگلیسی رشد خوبی به یادگیریتون بدید فقط فراموش نکنید اگر میخواید این سری از درس های گرامری و درس های دیگه انگلیسی مستاب خوردن رو بتونید دنبال بکنید و به دستتون برسه کانال انگلیسی مستاب خوردن رو سابسکرایب یا فالو بکنید و با فشردن آیتم نوتیفیکشن جزء اون دسته از بچه رنگایی باشید که کلیپ ها به محض انتشار یافتن به دستشون میرسه و میتونن در جهت یادگیریشون استفاده بکنن فقط موضوع دیگه حواستون باشه در تمریناتی که تو این درس داریم برای اینکه خوب یاد بگیرید و به این درس و به خصوص به زمان حال استمراری مسلط بشید مثال ها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید هنگام تکرار کردن و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون و تلفظتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و بتونید اونها رو رفع کنید بسیار خوب بدون هیچ فوت وقتی بپردازیم به زمان حال استمراری present continuous tense در انگلیسی زمان حال استمراری present continuous tense زمانیه که به کار یا عمل یا رخدادی اشاره داره که در حال حاضر مدتی در حال انجام و بروز باشه یعنی چی یعنی یه کاری که در حال انجام دادنه و مدتی رو به خودش اختصاص داره مثلا I'm teaching من دارم درس میدم You are watching this clip شما دارید این کلیپ رو میبینید یک زمانی رو به خودش اختصاص داده این خودش زمان حال استمراریه پس زمان حال استمراری به کار یا عمل یا رخدادی اشاره داره که در حال حاضر مدتی در حال انجام و بروز باشه فرمولش به این شکل فائل به علاوه ام یا آر یا از به علاوه ای فعل آینجی دار حالا ببینیم که چی داره میگه مثال بزنیم با هم چند تا مثال رو کار کنیم مثالمون فعل ورک کار کردن ببینیم به چه صورته مثال ها رو با هم کار کنیم آی ام ورکینگ ببینید که فاعل آی ام و ایز و آر که در اینجا برای آی از ام استفاده میکنیم working work فعل work یعنی کار کردن حالت آی انجیش working I'm working یعنی من دارم کار کنم. در حال انجامش هستم یه مدتی رو به خودش اختصاص داده پس I'm working من دارم کار کنم. در قسمت کامنت بنویس عزیز دلم با صدای رسا تکرار کن بریم مثال بعدی You are working. You فاعل جمله است. به علاوه ام یا آر یا ایز که فعل مناسب برای you are working. فعل در حالت آی You are working. تو داری کار میکنی. در حال کار کردن هستی. You are working. تو داری کار میکنی. He is working. He is working. او یه آقا فاعل جمله. He is که میبینید فعل مناسب برای هی working او دارد کار میکند او در حال کار کردن است هی از working she از working او خانم شی یعنی او خانم از فعل مناسب she working فعل در حالت آی ان جی working یعنی او دارد کار میکند حالا بعدی ایت از working It's working. فایلمون ایت فعل مناسبش is working. یعنی دارد کار میکند. It's working. آن دارد کار میکند. اون دستگاه مثلا. It برای اشاره به غیر جاندار یا حالا شی. We are working. We یعنی ما فاعل جمله are فعل مناسبش. Working. We are working. ما داریم کار میکنیم. چقدر کار خوبی میکنیم در قسمت کامنت مثال ها رو بنویس قربون شکل ماهیت برم اگر میخوای یاد بگیری اگر میخوای رشد کنی اگر میخوای اعتماد به نفس تو ببری بالا در جامعه مجازی من جسارتش رو دارم که مثال بنویسم این رو اعلام کن اینو به خودت اثبات کن با صدای رسات تکرار کن آقا من بلدم جمله انگلیسی بگم حتی از این جملات ساده شروع کن از یک جا باید شروع کنی از همین جا از این کلیپ جسارت تو به خرج بده جرأتش رو داشته باش که خودت رو ابراز کنی وقتی که این جسارت رو داشته باشی و در خودت بسازی و رشدش بدی در دنیای واقعی هم قطعا میتونی خودت رو ابراز کنی We are working ما داریم کار میکنیم You are working شما دارید کار میکنید مشخص یو فاعل جمله Are فعل مناسبش Working فعل در حالت ING آی You are working. شما دارید کار میکنید. احسن بر شما. They are working. They فاعل جمله در حالت جمع he, she و it. میشه they. They are working. Are فعل مناسب با they. Working فعل در حالت ing. They are working. آنها دارن کار میکنن تمرین قربون شکل ماهت در قسمت کامنت این مثال ها رو بنویس این کلیپ رو متوقف کن یک لحظه مثال ها رو بنویس در قسمت کامنت با صدای رسا تکرار کن تا بریم آیتم بعدی اصلا بیایید یک بار با هم اینا رو تکرار کنیم I am working You are working He is working She is working It's working We are working You are working They are working بریم جلوتر ببینیم چی داریم خب چند تا مثال دیگه با حالت حال استمراری هی ایز رایتینگ اکومپوزیشن فور هی یعنی اوی آقا ایز فعل مناسبش رایتینگ او دارد می نویسد یعنی در حال نوشتن قلم به دستش داره می نویسه اکومپوزیشن یک انشا فور برای یا به منظوره his school مدرسه اش he's writing a composition for his school او دارد برای مدرسه اش یک انشا می نویسد در حال نوشتن پس حال استمراری یک کاری که استمرار داره تداوم داره he's writing a composition for his school حالا مثال بعدی we are working in the garden now We are working in the garden now. ما الان داریم در باغ کار میکنیم. در حال کار کردن هستیم. مثلا داریم درختار رو حرس میکنیم با قیچی. قچ 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 قچ. چی کار میکنیم؟ در حال قچ قچ کردن هستیم. در حال کار کردن در باغ هستیم. یا داریم بیل میزنیم باقو. We are working in the garden now. در حال انجامش هستیم. پس حال استمراریه. یک کاری که استمرار داره. I am walking in the park at this time. I'm walking in the park at this time. I am walking. یعنی من دارم قدم میزنم. ببین دارم قدم میزنم in the park در داخل پارک at this time در این لحظه. I'm walking in the park at this time. من در این لحظه دارم در پارک قدم میزنم. I am walking in the park at this time. I am reading a book now. I'm reading. من دارم میخونم. ببین دارم میخونم. دارم کار میکنم؟ یک کاری رو تداوم میدم. A book. یک کتاب. Now. اکنون. I'm reading a book now. من الان دارم یک کتاب میخونم. کتاب بخونید. آفرین بر شما. He is listening to the radio. He is listening to the radio. He is listening. او دارد گوش میدهد. به چی؟ تو the radio. دارد به رادیو گوش میدهد. شما هم الان دارید به عرایز بنده به عرایز انگلیسی مستاب خوردن گوش میدید. You are listening. شما دارید گوش میدید. ببینید یه کاری تداوم داره. Is listening to the radio. او دارد به رادیو گوش میدهد. تمرین مثال ها رو تو قسمت کامنت قربون شکل ماهد برم بنویس. اگر میخوای یاد بگیری تا بریم آیتم بعدی ببینیم چی داریم. Question form of present continuous. شکل سوالی حال استمراری. چجوری سوالیش کنیم؟ اینجوری خیلی ساده است. برای سوالی نمودن حال استمراری، جای ام و ایز و آر رو که داشتیم با فائل جمله عوض میکنیم یعنی فائل میاد اینور اما ایز و آر میاد اینور آها ببینیم چجوریه چند تا مثال رو کار کنیم Is he writing a composition? Composition که شد انشا writing فعل در حالت ing He is writing a بود، حالا ایز اومده این ور، هی اومده این ور. شده is he writing a آیا او دارد انشا می نویسد یا دارد مسواک میزند؟ زند؟ Is he writing a آیا او دارد یک انشا می نویسد؟ پس شکل سوالیشو هم داریم می بینیم. حالا یک مثال دیگه. We are working بوده حالا سوالی شده Are اومده این ور We اومده این ور میشه Are we working آیا ما داریم کار میکنیم In the garden در باغ now اکنون are we working in the garden now آیا الان ما داریم در باغ کار میکنیم چی فکر کردی ما داریم شاخه ها را هرس میکنیم are we working in the garden now آیا الان ما داریم در باغ کار میکنیم نه خیر we are learning english ما داریم انگلیسی یاد میگیریم are we learning english yes we are learning english now پس مثال بعدی am i walking in the park I am walking بوده یعنی من دارم قدم میزنم حالا am میاد اینور I میاد اینور سوالی میشه Am I walking in the park؟ آیا من دارم در پارک قدم میزنم؟ Am I walking in the park؟ حالا مثال بعدی Am I reading a book؟ Am I reading a book؟ همونطور که ببینید Am اومده اینور I اومده اینور Reading فعل در حالت ING A book یک کتاب Am I reading a book؟ آیا من دارم یک کتاب میخونم؟ مثال بعدی Is he listening to the radio؟ حالا میبینید که Is اومده این ور He اومده این ور سوالی شده Is he listening to the radio؟ آیا او دارد به رادیو گوش میدهد؟ چقدر راحت سوالی شد آقا حال استمراری انقدر ساده بود ما فکر میکردیم سخته آره قربون شکلت با انگلیسی مسلاب خوردن واقعا انگلیسی مسلاب خوردنه به شرطی که در قسمت کامنت مثالها رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید و فراموش نکنید صدای خودتون رو هنگام بیان جملات و مثالها ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید نه تنها این درس کلیه درس های انگلیسی مستحاب خوردن چقدر ویدوهای عالی تو کانال انگلیسی مستحاب خوردن تقدیم حضور شما عزیزان شده به شرطی که با برنامه ریزی درست همونطوری که شما مثلا میرید باشگاه ثبت نام میکنید مثلا ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر شما دیگه قرارای دوست دختر و دوست پسرتون هم کنسل میکنید که برید به باشگاهتون برسید همونجوری برنامه ریزی بکنید برای یادگیری و زمان بگذارید برای یادگیری و زمانی شما میتونید مسلط بشید به این درس که کامل مثال رو بتونید بنویسید با صدای رسا و خیلی روون بتونید بیانشون کنید و معیار و محکتون چیه اینکه صدای خودتون رو ضبط کنید گوش بدید ببینید شما چطور دارید میگید در این کلیپ چطور داره گفته میشه و وقتی که کاملا مسلط شدید زمانیه که میتونید برید درس بعدی این روال و این پروسه رو انجام بدید اگر نتیجه نگرفتید بیایید سراغ ما قطعا نتیجه میگیرید برنامه ریزی درست زمان بندی تعهد به برنامه ریزی که دارید قطعا باعث میشه رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید بریم آیتم بعدی ببینیم چی داریم شکل منفی حال استمراری negative form of present continuous شکل منفی حال استمراری چجوریه برای منفی نمودن حال استمراری فعل ام is یا are رو منفی میکنیم یعنی چجوری به عبارت دیگر کلمه نات را بعد از آنها قرار میدهیم یعنی فائل فائل مثلا اینجا am is are اینجا is فعل مناسبشه بعدش not که میبینید نات گذاشتیم به علاوه فعل در حالت ing میبینید که فعل در حالت ingه بعدش بقیه جمله حالا مثال ها رو با هم کار کنیم ببینیم چه چجوری اوزا he is not writing a composition he is not writing a composition یا yeah, he isn't مخففش میشه He isn't. He isn't writing a composition. او در حال نوشتن انشا نیست. حالا داره یه کار دیگه میکنه احتمالا مثلا داره ورزش میکنه. He isn't writing a composition. پس میبینید چقدر راحت منفی شد. حالا مثال بعدی. We are not. working in the garden یا yeah, we aren't working in the garden ما در حال کار کردن در باغ نیستیم حالا داریم چی کار میکنیم؟ میوه رو چیدیم داریم نوش جان میکنیم به به چه سیبایی we are not working in the garden ما در حال کار کردن در باغ نیستیم مثال بعدی I am not walking یا I'm not walking in the park من در حال قدم زدن در پارک نیستم I'm not walking in the park من در حال قدم زدن در پارک نیستم مثال بعدی I am not reading یا I'm not reading a book now. من الان در حال خواندن کتاب نیستم. دارم به این کلیپ می پرازم. دارم این رو به شما آموزش میدم و شما در حال خواندن کتاب نیستید دارید یاد میگیرید. I'm not reading a book now. He is not listening to the radio. He's not listening to the radio. او دارد به رادیو گوش نمی دهد این ساختار خیلی کم تو فارسی استفاده میشه ولی وجود داره فکر می کنم شمالی ها شمال ایران این ساختار رو استفاده می کنم. مثلا میگن تو چرا داری نمی آیی ولی تو فارسی این ساختار رو خیلی کم استفاده می کنیم ولی تو انگلیسی وجود داره و استفاده میشه He's not listening to the radio او دارد به رادیو گوش نمی دهد یا او در حال گوش دادن به رادیو نیست حالا قرارمون چی شد؟ مثال ها رو تو قسمت کامنت قربون شکل ماهد دارم بنویس عزیز دلم اگر میخوای یاد بگیری با صدای رسات تکرار کن صدای خودتو زبط کن با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کن تا خوب یاد بگیری یه بار پس با هم بخونیم He is not writing a composition We are not working in the garden I'm not walking in the park I'm not reading a book now He is not listening to the radio بریم آیتم بعدی ببینیم چی داریم حالا چی داریم شکل سوالی و منفی negative question form of present continuous in english شکل سوالی منفی حال استمراری چجوری یعنی یعنی am are به علاوه به علاوه به علاوه فعل ing یعنی چجوری یعنی اینجوری is he not writing a composition آیا او در حال نوشتن انشا نیست؟ داره چیکار کار میکنه؟ بازیگوشی میکنه؟ Is he not writing a composition? آیا او در حال نوشتن انشا نیست؟ حالا مثال بعدی Are we not working in the garden? آیا ما در حال کار کردن در باغ نیستیم؟ فکر کردی ما داریم چی کار میکنیم؟ ما قطعا داریم در باغ کار میکنیم Are we not working in the garden? آیا ما در حال کار کردن در باغ نیستیم؟ Am I not walking in the park? آیا من در حال قدم زدن در پارک نیستم؟ پس چیکار دارم میکنم فکر کردی؟ من دارم تو پارک قدم میزنم دیگه Am I not walking in the park? Am I not reading a book now? آیا من در حال خواندن کتاب نیستم؟ آیا من دارم یک کتاب نمیخونم؟ فکر کردی دارم چیکار میکنم؟ دارم کتاب میخونم حواسمو پرت نکن Am I not reading a book now? Is he not listening to the radio? آیا او در حال گوش دادن به رادیو نیست؟ قطعا در حال گوش دادن به رادیو پس مزاحمش نشیم بریم ببینیم که مخفف شکل سوالی منفی چجوریه مخفف دیگه چیه؟ مخفف همینه که الان خدمت شما عرض میکنیم negative question contraction فرم شکل کوتاه شده یعنی به جای are not میگیم aren't به جای is not میگیم isn't به علاوه فائل به علاوه فعل ing ببینیم چجوریه Isn't he writing a آیا او در حال نوشتن انشا است؟ همون قبلی ها فقط کوتاه شده. Is not شده isn't. Aren't we working in the garden? آیا ما در حال کار کردن در باغ نیستیم؟ Am I not walking in the park? آیا من در حال قدم زدن در پارک نیستم؟ Aren't I walking in the park? به این صورت هم میتونید بیان کنید. یعنی Am I not walking? میشه Aren't I walking? پس از این میتونید استفاده کنید تو حالت مخففش آرنت آی واکنگ این ده پارک؟ آیا من در پارک در حال قدم زدن نیستم؟ چرا هستیم؟ ما هم مزاحمت نمیشیم بریم آیتم بعدی ببینیم چه داریم آقا موارد کاربرد زمان حال استمراری usage of present continuous in English چی کار باید بکنیم چه جوری استفاده میکنیم کجاها استفاده میشه همه جا استفاده میشه برای بیان یک عمل یک جریان یا یک رخداد که در حال حاضر در جریان و ادامه داره در حال بروز در حال اتفاقه که قبلا در موردش صحبت کردیم مثال the boys are playing At this moment. The boys are playing at this moment. پسرها الان در حال بازی کردن هستند. دارن مثلا فوتبال بازی میکنن تو The boys are playing at this moment پسرها الان در حال بازی کردن هستند. ای پسرهای شیتون. کاربرد بعدی برای بیان عملی که ممکنه در آینده نزدیک انجام بگیره باید توجه داشت که در این حالت ذکر زمان ضروریه اگر در زمان آینده نزدیک قرار اتفاق بیفته باید بگیم کی چجوری یعنی What are you doing؟ چه کار خواهی کرد tomorrow morning؟ در حال انجام چه کاری خواهی بود فردا صبح What are you doing tomorrow morning فردا صبح چه کار میکنی چه کار خواهی بود در حال انجام چه کاری خواهی بود فردا صبح پس میبینید که tomorrow morning ذکر زمانش رو هم قید کردیم What are you doing یعنی تو داری چه کار میکنی tomorrow morning فردا صبح تو فردا صبح در حال انجام چه کاری خواهی بود مثلا میخوای ازش بپرسی اگر کاری نداره مثلا با هم برید خریدی انجام بدید What are you doing tomorrow morning تو فردا صبح در حال انجام چه کاری خواهی بود حالا کاربرد بعدی در این حالت بهتر است از عبارت to be going to قصد انجام کاری رو داشتن استفاده کنیم یعنی چه جوری یعنی بگیم he is going to go to Shiraz tomorrow He is going to go to Shiraz tomorrow. او قصد دارد فردا به شیراز برود. ولی چقدر اینجاش زمخته. چجوری نمیشه اینو راحت تر کرد؟ آها. بهتر است که فعل to go از جمله فوق حذف و به صورت زیر نوشته شود. He is going to Shiraz tomorrow. او قصد دارد فردا به شیراز برود. به 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 به. شیراز که میگن ناز واسه افتو و جینگش. سلام به همه شیرازی ها. که مردم درجه یک عالی داره همه جای دنیا عالی هستند، همه دنیا خوبن هر کسی که روبروی ما قرار میگیره خوب خداوند همه رو کمک کنه He's going to Shiraz tomorrow او قصد دارد فردا به شیراز برود خدا نگهدارش باشه و خدا یار و نگهدار شما باشه که همراه ما هستید و انگلیسی مستاب خوردن رو همراهی میکنید و در مسیر یادگیری خودتون قدم برمیدارید دوستان فراموش نکنید هر جمله و هر مثال رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما تکرار کنید ببینید چند بار داریم تکرار میکنیم و تاکید میکنیم روی این قضیه چون مهمه هر مثال و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار کنید صدای خود تونو رو ضبط کنید گوش بدید ببینید درست میگید یا درست نمیگید معیار و محکتون هم همین درسیه که دارید یا درس بعدی انگلیسی مثل آب خوردن یعنی مطابق همین روشی که دارید مشاهده میکنید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی ما برای شما و خانواده عزیز و محترمتون سلامتی تندرستی و خرسندی است در هر کجای کره خاکی که هستید